بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در جلسات گذشته حدیثی را از بهار الانوار نقل کردیم که نوف بکالی از امیر المؤمنین صلوات الله علیه روایت کرده بود و مضمونش خیلی نزدیک بود به خطبه متقین در نهج المناهج. شاید این روایت اندکی مفصل تر از اون باشد. یه بخشی از این روایت را به اندازه که خدای متعال توفیق میداد قرائت کردیم و یه چیزایی هم به نظرمون رسید گفتیم. رسیدیم به اینجا که میفرماید الخیر منه معمول و الشر منه مأمون. یعنی اگر یکی از شیعیان واقعی ما رو ببینیم این اوصاف رو درش خواهی دید. اینا ویژگی هاش کسیست که مایه امید خیر ازش میره، یعنی مردم میتونن امیدوار بشن که از او خیری بهشون برسه، و از اون طرف از شرش در امانند، نگران نیستند که اونا شری برسند، شری به کسی نمیرسند. این مسئله که آدم منشش و رفتارش به گونه ای باشه که فکر دیگران باشه، به خود خیر به دیگران برسند، و همینطور مواظب باشه که از ناحیه او شر به دیگران نرسه. این یه روحیه خاصی است که البته فقط در اخلاق اسلامی و در شیعیان مطرح نیست، در بعضی از مکاتب اخلاقی گفتن اصل ارزش اخلاقی دیگر خواهی است و اصل ضد ارزش ها خودخواهی است. حالا در مقام نقد این نظریه ما هستیم، یه مقداری توضیح بدم که اینا چی میخوان بگن، در چه فضای این حرف رو مطرح کرده. معمولا اینجور افراد اخلاق را در همین روابط اجتماعی در نظر میگیره. ما اخلاق رو به این معنای وسیعی حتی شامل این میگیریم که کسی زیاد یاد خدا باشه، این هم از جز اخلاق است، یا نسبت به دنیا علاقه ای نداشته باشه، یا برعکس حب به دنیا داشته باشه. یکیش میگیم از اخلاق فاضله هست، یکیش میگیم از اخلاق رذیله است. ولی در
عرف عام معمولا اخلاق وقتی میگن مسببش رفتارهای اجتماعی است، فلانی اخلاقش خوبه یعنی رفتارش با دیگران خوبه. در بعضی از مکاتب اخلاقی هم اخلاق را در همین حوزه دیدند، اصلا جای اخلاق را روابط اجتماعی دانستند. بعد دیدن که ما در این منش هایی که انسان ها دارن در ارتباط با دیگران یه چیزاییست که هر انسان عاقل سالمی بهش عرضه بشه یه جور رفتارهایی رو خیلی خوششون میاد، میپسندن، ستایش میکنن. برعکسش هم یه چیزایی هست که خیلی بدشون. اومدن این تئوری را به اصطلاح مطرح کردن که اصل خوبی های اخلاقی نکادم خیرخواه دیگران، احسان به دیگران، دستگیری از فقران، تعلیم جاهل، رسیدگی به محرومین، جود و بخشش، عفو و گذشت و امثال این چیزهایی که همه خوب می‌دونن، تا برسه به ایثار و فداکاری که دیگه اوج زیبایی‌های اخلاقی است. هر جایی هر انسانی ببینن یک رفتاری از اساس ایثار و فداکاری و گذشت انجام داده، حاضر شده حتی جان خودش رو بده برای اینکه دیگران راحت باشن، همه خوششون میاد، ستایش میکنن. نقطه مقابلش هم اگر آدم فکر این باشه که منافع دیگران را فدای خودش کنه، دیگران مردنم مردن من خوش باشم، دیگران ها چی میخواد بشه، این هم همه بدشون میاد. بر این اساس این استقراء ناقص در ارزش های اخلاقی خوب و بد که موردش هم همین رفتارهای اجتماعی است، یه همچون نظریه ای را یه همچون تئوری را مطرح کردن که اساس فضیلت ها دیگر خواهی است و نقطه مقابلش اساس رذیلت ها خودخواهی و خودمحوری است. خب اگر سوال بشه از صاحبان این نظریه که چه برهانی بر این مطلب داریم، چرا آدم وقتی برای دیگران خیرخواه دیگران باشه گذشت بکنه این خیلی خوبه، چرا خوب، چه دلیل عقلی داره؟ اون آخرش این است که این امر وجدانی است. میبینیم ما اینجور چیزا رو آدم خوشش میاد و از دوستان بدش میاد، حالا چراش ما دلیل عقلی نداریم، اما این گاهی میگن بدیهی است، بدیهی دیگه دلیل نمیده. یه مکتبی است، یکی از مکاتبی که در فلسفه اخلاق و فلسفه ارزش‌ها مطرح میشه اینه که اساس ارزش‌ها دیگر خواهی است. حالا کس قائل به اصلا دینی باشه یا نباشه، اصلا معتقد به خدایی باشه یا نباشه، کسی منکر خدا هم هست اما اگه دیگر خواه هست این ارزش اخلاقی داره. من حالا بحث فنیش و فلسفیش رو نمیخوام اینجا مطرح بکنم، اشاره می کنم انشاءالله این وقت کسانی دوست داشته باشن بحث ها رو تعقیب کنن سر نخیل ازش. بسیاری از نظریات اخلاقی حتی در نظریات فیلسوفان قدیمی هم که افکارشون بعد به ماها منتقل شد و تو کتاب های ما منعکس شده، در واقع نظریات اخلاقی را، قضایای اخلاقی را از سنخ قضایای جدلی می داره، یعنی آراء محموده، مصداق بارزش آراء محموده. راست گفتن خوبه، این قضیه که راست گفتن خوب است، این گزاره جز چه مقدماتی است؟
جزء آراء ممدوعه است. آراء ممدوعه را هم آقایون آشنا هستن، در منطق در جدل ازش استفاده میشه، گاهی هم در خطابه. بنابراین از کسانی که مبناشون اینه که اصلا گزارهای اخلاقی از سنخ آراء ممدوحه هستن، از اینا توقعی نباید داشت که شما برهان بر این مطلب اقامه کنید. اصلا برهانی نیست، یعنی چیزی که همه عقلا خوششون تعریف میکنن، اصلا خوب یعنی هم. خب بر این اساس وقتی از سالان این نظریم پرسیده میشه که چرا دیگر خواهی خوب است و خود خواهی بده، میتونن هم جواب بدن این جزء آراء ممدوحه است. نمیگید نه ببرید از عموم عقلا بپرسید، همه همینو میگن، میگن آدم ایثار بکنه، خدمت به دیگران بکنه، خیلی خوبه، ستایشش میکنن، احترامش میکنن، یه همچه آدمی. برعکس آدمی که منافع دیگران رو فدای خودش بکنه، همه میگن بد کاری میکنه، یعنی ظلم میکنه به دیگران برای اینکه خودش به لذت و به خواسته هاش برسه. ولی ما در نظریه اخلاقی اسلام میتونیم به یک صورتی مشی بکنیم با الهام گرفتن از کتاب و سنت که اینا همه برهان داره. اونجاهایی هم که خیال میکنن صرف یک آرای ممدوح هست و ظنیاتیست و اینا توجه ندارن به زیربنای اینا که مسئله چی هست و چگونه میشه برهان بر اینا بکنن. بر اساس یک نظریه‌ای که در باب فلسفه اخلاق اسلامی میشه مطرح کرد اینه، اشاره میکنم بلا در مقام اثباتش نیست، که همه اساس خوبی ها برمیگرده به این که چی انسان را به خدا نزدیک، و اساس همه بدی ها یعنی چیزی که انسان رو از خدا دور. حالا چرا نزدیک شدن به خدا خوبه؟ برای این که کمال است و کمال مطلوب به ذات، اون دیگه بدی هیست دلیل نمید. اما اینکه چرا این آدم رو به خدا نزدیک میکنه به این وجود کمال میشه، این ها نظریه نظریست، باید با برهان اثبات میشه، ولی برهان داره. ولی این اساس هرچی انسان را در مقابل خدا یک نوع استقلال بهش میده، میگه تو یکی و من یکی، هر فکری، هر رفتاری، هر اخلاقی که نمونه نشانه این باشه که صاحبش برای خودش در مقابل خدا استقلال قائله، این باعث تلازم میشه، باعث رزیلت. برعکس هرچی کمک کنه به این که آدم از خودی، خودخواهی، خودپرستی که با خداپرستی منافات داره زده بود دور بشه از اینا و زمینش فراهم بشه برای این که بنده خدا بشه، خودش در مقابل خدا چیزی نبیند، هرچی به این کمک میکنه خوب. این که دیگر خواهی خوب است و همه بالفطره اینو درک میکنن، سرش این است که دیگر خواهی آدم از خودخواهی و خودپرستی دور میکنه. خودپرستی یک بندی است، یک غل و زنجیری است که دست و پای آدمو میبنده، نمیگذاره آدم بره به طرف خدا، آدمو زمینگیر میکنه، تو خودش فرو میبره، منحطش میکنه به اسفل سافلین صحبش. اگه این بند را از پاش باز کنه، میتونه پرواز کنه، عروج کنه به طرف خدا. این که دیگر خواهی خوبه، سرش اینه که آدم را از بند خودپرستی نجات بده، کمک میکنه به این که آدم از خودپرستی نجات بده. گفته باز مراحلی داریم، گاهی انگیزه این که آدم اطاعت خدا کنه ترس از عذابه، گاهی طمع در ثوابه،
گاهی نه، محبت خدا هست. هیچ انتظاری هم نداریم. ما عبدت که خوفن من نارک ولا تمن فی جنتک بل وجدت که اهلن للعباده شعبت. هر کار خوبی که گفته باز مراحلی داریم. گاهی انگیزه این که آدم اطاعت خدا کنه ترس از عذابه، گاهی طمع در ثوابه، گاهی نه، محبت خدا هست. هیچ انتظاری هم نداری. ما عبدت که خوفن من نارک ولا تمن فی جنتک بل وجدت که اهلن للعباده شعبت. هر کار خوبی که فی حد نفسی حسن فعلی داشته باشه، یعنی کار خودش فی حد نفسی کار خوبی است. آدم به یکی از این نیت ها انجام بده، یک مرتبه از فضیلت ها خواهد. اگر صرفا هم به همین خواهد که اغلا میگن کار خوبی است، خود همین هم یک مرتبه از فضیلت رو داره. بالاخره آدم را از خودپرستی ها نجات میده، ولی بالاترش اینه که این را به ارتباطش بده با خداپرستی. ولو از راه این که می ترسم اگر این کار را انجام ندم، وظیفه را انجام ندم، به عذاب مبتلا بشم. بالاخره این ارتباط با خدا پیدا میکنه، یا ارتباط پیدا کند به اینکه این کار را انجام میدم تا خدا ثواب به من بده، باز ارتباط با خدا میده. عالی ترش اینه که من این کار را انجام میدم چون خدا دوست داره، میخواد ثواب بده، میخواد عقاب منو جهنمم ببره، من این کارو انجام میدم چون او دوست داره. اگه اینجوری شد، این اوج کله فضیلت و کماله. کسانی که خدا لطف کنه بهشون چنین معرفتی و محبتی بهشون بده که اینجور محبتی به خدا پیدا کنن که بگن الهی لو امرتنی بله امرت بی الى النار و حلت بینی و بین الابرار، اگر من دستور بدید ببرن به جهنم، بین من و خوبان جدایی بیندازه، من کار خوبی که تو دوست داری ترک نمی کنم. تو دوست داشته باش، هر کاری تو می دوست داری. اینجور محبت عاشقانه اگر به خدا پیدا کنه در اوج فضیلت هست. اون چیزایی است که کلاس های بالایی است که اسلام ائمه اهل بیت سلامت الله علیهم اجمعین بهش دعوت کرده. ما سعی کنیم ما خود شبیه اینها بشیم. گاهی اقلا یه کاری رو انجام بدیم، بگیم خدایا اگه ثوابم نمیدی، اما چون میدونم این کارو دوست داری انجام. فرض کنید در شبانه روز یه دو رکعت نماز آدم بخونه، نیتش این باشه که اگر خدا هیچ ثوابی هم بهش نده، اما چون خدا دوست داره این کار رو انجام. یه روایت معروفی هست، خیلی کار مشکلی نیست اما خیلی آثار خوبی میتونه داشته باشه. بعد چون روایت اگر اشتباه نکنم اینه که من احدث منم یتوضع فقط جفا، من احدث من توضع ولم یصلی رکعتین فقط جفا، من احدث من توضع یصلی رکعتین ولم یدعونی فقط جفا، من احدث و توضع و صلا رکعتین و دعانی فلم اجبه فقط جفوت. اگه کسی احتیاج به وضو پیدا به وضو نگیره، خدای متعال به اصل این حدیث قدسی من قول میفهم به من جفا کرد. خب ما خود بنده، ما بنده و خدا هستیم، رابطه عبودیت و ربوبیت داریم دیگه.
باید بدونم من وقتی چیزی دوست دارم کاری نداره یه وضو گرفتم، این را دادم بی‌اعتنایی کنه به دوستش، خاطر دوستش را با یه وضو انجام داده، جفا کرد. خب حالا اگر وضو گرفت و دیگه اکتفا کرد، دونه که نماز نخون، بازم به من جفا کرد. اگر وضو گرفت و نماز خوند و دعایی نکرد، بازم به من جفا کرد. اگر وضو گرفت و دعا کرد و من مستجاب نکنم، دیگه من جفا کرد. اگه آدم عادت بده خودشو که همیشه با وضو باشه، وقتی وضو یه دو رکعت نماز میشه، دو رکعت چه در یه دقیقه میشه، من شم یه دعا بکنه خدای منو بیامرز، خدای منو اونجور قرار بده که خودت دوست داری. این حدیث ضمانت میکنه که این دعا مستجاب میشه. اگه من دعاشو مستجاب نکنم به جفا کرد و من جفاکار نیستم. اگه کسانی این روحیه را پیدا کردن که من این کاری میکنم که خدا خوشش الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، الا ابتغاء مرضات الله، اگر اینجوری شد آدم سریع میتونه حرکت کنه. رأی 100 ساله را یک شبه میشه، خیلی کار مشکلی هم نیست، یه خود همت، یه خود معرفت. در حال بر اساس این نظریه دیگر خواهی درست مطلوب است، از نظر اسلام هم مطلوبه، اما ارزش دیگر خواهی بر اساس نظر اسلام تفاوت داره با اون ارزشی که سایر مردم حتی کفار معتقدن. اونا میگن آدم خدمت به دیگران کنه خوبه، اما اونا خوبه همین است که یعنی مردم احترام میکنن، میپسندن، گاهی هم تعریف میکنن. تو کتابهای منطقی خود ما هم گاهی اومده که خوبی های اخلاقی به خاطر این است قوی اون است که عقلا مذمت میکنن، حسن عقلی اون است که عقلا معد میکنن. یعنی اینا نظرشون بگیره که مردم چیه، عقلا چیه خوب میدونن چیه بد میدونن. اما اسلام وقتی میگه یک کاری خوبه میگه چون خدا دوست. عقلا هم گدایانی هستن مثل تو، چه اهمیتی داره اونا خوب بتونن یا بد؟ بله، از اون جهتی که این ملاکش یک حکم عقلیست، بره آدم ببینه ملاک حکم عقلیش چیه، خب این یک فضیلت است. به هر حال دیگر خواهی یک ارزش اخلاقی است که همه عقلای عالم قبول دارن، اما سر ارزشش و مرتبه ارزشش و اصل مکاتب اخلاقی تفاوت میکنه. کارهایی که آدم به نفع دیگران انجام میده، گذشتهایی که میکنه، فداکاریهایی که میکنه، همه اینا یکسان ارزشش مساوی نیست، بستگی به نیت داره. اگه این کار رو انجام داد چون کار خوبی است، عقلات و ستایش میکنند، خب سببش هم همینه که عقلا بهش احترام میکنند، کار کرد که عقلا خوششون میاد، عقلا خوششون آمد، محسن، آفرین، کفن میزنند، تموم شد دیگه، چی میخواد؟ اون کار کرده و علا خوششون بیاد، اون کرده خوششون اومد دیم. اما اینکه برای خدا بکنه با اون مراتبی که داره، خوف از عقاب باشه یا طمع در ثواب باشه یا حب لله باشه، ابتغاء مرضات الله باشه، که خود اون هم مراتبی داره. خب شیعه ای که در مکتب اهل بیت تربیت شده، این وقتی میگن الخیر منهم مأمول، انتظار خیری که از او دارن، اون خیری نیست که از هر کافری انتظار دارن. حالا از یک کافر هم ممکنه انتظار خیر داشته باشه، آدم
دستباز اهل جود و کرم هست. میگن حاتم طایی کافر بود ولی چون صفت جود و کرم داشت میگن تو جهنم نمی سوزه به خاطر این صفت خوبی که داشت. البته میگن بهش نمی برند اما آتش جهنم هم نمی سوزه. حالا نقلیز منظورم اینه که فی حد نفسه این ارزشی، اما ما باید همتمون رو بالاتر کنیم ببینیم از اهل بیت چی ها گرفتیم. اونا خواستن ما چجور باشیم. اونا صرفا نخواستن یک کار خوبی بکنیم اونجور که یک کافری کار خوبی انجام بده. خواستن معرفت ما بیشتر باشه، کار را برای خدا انجام بدیم، اونم تنها نه تنها از خوف عذاب و عقاب و نه تنها به طمع ثواب، بلکه به خاطر اینکه او دوست داریم. کما بیش هر کسی میتونه اینو در زندگیش تجربه کنه. وقتی آدم یک کسی را دوست داره، یه خدمتی که برای او انجام میده برای این نیست که در مقابلش هم یه خدمتی از او دریافت کنه. وقتی آدم یک کسی را دوست داره، خدمتی که میده همین انجام میده که او دوست داره، دیگه انتظار دیگه نداره. اگر انتظار داشته باشه او هم یه کار خوبی براش بده، میشه معامله. این عشق نیست، عشق فداکاری است، گذشته، فنا در معشوق. کاری را انجام میده برای دوستش، آدم هم دوستش که او دوست داره، هم تمام شد. مکتب اهل بیت طرفدارانشون رو اونجور میخوان تربیت کنن که اونجوری خدا را دوست بدارن که هرچی او گفته به خاطر اینکه او دوست داره انجام. البته این معناش این نیست که همه یکسانن، همه به قله و میرسن، اما بدونن یه همچه چیزی در این جهت حرکت کنن. وقتی آدم طالب یه چیزی باشه، از خدا هم دعا کنه و توسل هم داشته باشه، انشالله کم کم بهش میرن. ما هم که این حرفا رو میزنیم انشالله به برکت عملی که شما میکنین از صدقه سر شما انشالله یه چیزی هم نگاه میده. الخیر منها معمول. شیعه ما طوریست که مردم انتظار خیر داشتیم. چرا؟ برای این که میدونن این دوست خداست، دوست اولیای خداست. حالا اگه ما درست دوستی خدا را نمیتونیم درست تصور کنیم، خب نمونهاش الحمدلله در جامعه خودمون زیاد داریم. کسایی که عشق به امیرالمومنین دارن، عشق به سید و شهدا دارن، عشق به عمل فضل دارن. یادم اومد یه آقای بزرگواری، خدا انشاءالله با اجدادش محشور کنه ایشون را، از بزرگان. ایشون تعریف میکرد که مختاب عادت به سیگار داشت. مختاب سابقا 40-50 سال پیشتر اینا سیگار کشتن اینا خیلی رایج بود. بعضی از علما و حتی مراجع هم بعضی هاشون عادت سیگار کشیدن داشت. اون آقا میگفت که من خیلی علاقه به سیگار داشتم، به هیچ وجه نمیتونستم کنم. چند بار تصمیم گرفتم، هر چی تلاش کردم حریف خودم نشد. یه بار یه نفر گفت تو را به اول فصل قسم میدم که دیگه اینو بیدار کنم. گفت اسم اول فصل که اومد و چنان در من اثر گذاشت، همونجا سیگار را خواهدن دیگه گذاشتم که را قسم دارم. محبت سید و شهره. این 8 سال دفاع مقدس این عزیزان ما که تو جبه ها می رفتن اینجور جنبازی می کردن، عاشقانه می رفتن. به چه امیدی؟ که وقتی به شهادت می رسن جبال آقا سید الشهدا رو زیارت کن. عشق اینجوری. اون وقتی اگر یه روز فرض کنید خدمت یکی از امام ها رسید، امروز در این زمان فرض کنید خدمت حضرت ولی از ارواح نافدار رسید، فرمودن من دوست دارم این کار انجام میدی، فرض حالا فرض که محال نیم. به یک کسی، یک از شیعیان
خدمت امام زمان رسید، بهش فرمودن من دوست دارم این کار انجام بده. کدوم آدمیست که سر از پا بشنازه و دنبال این کار نره؟ آقای امام زمان بهش بفرمود من دوست دارم تو این کار انجام بدی. این میدید بپرسه آقا اون وقت به من چی میدید؟ حتی ما میتونیم بس مثالهای پایین تری استم. فرض کنید اگر یکی از ماها خدا توفیقمون داد و یه روز خدمت ما آقا معظم رهبری شرفیاب شدیم، یه جلسه خصوصی، و مردم چه زحمت هایی میکشن، از چه شهرهایی با هزینه‌ای میان که یک بار ایشون از نزدیک ببینن. فرض کنید که همچه توفیق نصیب ما میشه که یه روز خصوصی به خدمت ایشون بفرمایید فلانی من دوست دارم این کار رو انجام بدید. شما انجام نمیدید؟ میپرسید در مقابل چی به من میدید؟ محبت، محبت که بود این حرف ها، سر و جانم فدای محبوب. حالا تازه یک بنده ای از بندگان خداست، کسی که میگه جان من فدای خاک پای امام زمان با. روحی و ارواح العالمین لتراب بدنی. حالا اگه خود امام زمان بفرمد چه افتخاری نصیبی کسی بیشه که آقا به من فرمود دوست دارم این کار رو بکنی. و حالا تازه امام زمان با اون عظمتش بنده ای از بندگان خدا هست. اگه خدای متعال بفرمد من دوست دارم این کار رو بکن، یک کسی خدا رو اندکی بشناسی، اندکی محبت خدا در دلش باشی، میپرسه خدای چه مزد به من میدی؟ خیلی باید آدم همتش پایین باشه. ما باید سعی کنیم باور کنیم که این دستورات خدا واقعا خدا گفته که به خاطر من این کار انجام میده. چون میدونسته ما همتمون ضعیفه، وعده ثواب هم دادیم. اونجایی که خیلی جدی بوده بود اگه ترک میشد برای ما خیلی ضرر داشت، تهدید به عقاب هم کرده که اگر نکنی گناه هم داره. همه اینا از لطف اوست، برای اینکه ما از نتایجش بهره‌مند میشیم. بنابراین کسی که در مکتب اهل بیت تربیت میشه، از معارف اهل بیت یاد میگیره، جا داره که هر کار خوبی که از دستش بر بیاد برای هر کسی، مؤمن باشه یا کافر، بر باشد یا فاجر، در روایات داره که کار احسانتون رو منحصره به مؤمنین و اشخاص خوب نکنید، بذارید اشخاص فاسق هم از شما بره. مگه خدا برای انعامش به بندگان میگه کی مؤمن است کی کافر؟ خدا دوست داره آدم بذر و بخشش بکنه، البته هم دایر باشه بین مؤمن و کافر، مؤمن باشه، بین اولاد پیغمبر باشه یا غیر پیغمبر، اولاد پیغمبر مهمند به احترام بیان، اما اگه هر دوش مطمئن اثر باشی، خدا دوست داره آدم به همه احسان، به همه خدا، حتی به حیوانات. چرا؟ چرا این کار رو میکنی؟ چون او دوست داره. الا ابتغاء مرضات الله. چنین کسی اون وقتی که به کسی هم ضرری نمیرسونه. اینا همه وابستگان خدا هستن، آفریدگان او هستن، آفریدگان محبوب او هستن، چرا بهشون ضرر بزنن؟ مخصوصا اونایی که بیگناهن، مخصوصا اونایی که دوستن. این است که یکی از نمونه ها و آثار روشن متقین به حسب تعبیر نهجل دناغه یا شیعیان به حسب تعبیر نهایت، این است که باید جوری رفتارشون بشه که دیگران امید خیر داشته باشن و از شرشون در امان باشن. و فقط الله و ایار کنشون.